بسم الله الرحمن الرحیم. بس پیرامون فضائل و مناقب ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. حضرت خدیجه سلام الله علیها از نظر عظمت و شخصیت گوی سبقت را از تمام بانوان عصر و زمان خودش رو بود، تا جایی که مهتر بانوان قریش نام گرفت، که زرقانی که یکی از علما و بزرگان اهل سنت است، در کتاب شرح المواهب اللدنیه درباره حضرت خدیجه میگوید: و کانت تسما سیدت و نساء قریش. حضرت خدیجه به عنوان مهتر بانوان قریش نام گرفت، و نه تنها این بانوی معظم مهتر بانوان قریش بوده، بلکه مهتر بانوان امت اسلامی بوده است. لذا ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری به شرح صحیح البخاری این روایت رو از نبی اکرم علیه و علی آله الصلاة و السلام نقل کرده است که اون حضرت فرمودن: لقد فضلت خدیجت و غلا نساء امتی. به تحقیق برتری داده شد حضرت خدیجه بر تمام بانوان امت. و همچنین در روایتی که مرحوم شیخ طبرسی نور الله مرقده در تفسیر مجمع البیان و قنروزی حنفی که از علما و بزرگان امه است، در کتاب ینابیع المودّة این روایت را از نبی اکرم علیه و علی آله الصلاة و السلام نقل کرده که حضرت فرمودند: فضلت خدیجت و علی نساء امتی کما فضلت مریم و علی نساء العالمین. حضرت خدیجه برتری پیدا کرد بر بانوان امت من، همان گونه که حضرت مریم برتری پیدا کرد بر بانوان عالم. و نه تنها حضرت خدیجه مهتر بانوان امت اسلامی بوده است، بلکه مهتر بانوان عالم بوده است. این روایتی که عرض میکنم منابع بسیار زیادی داره که با الفاظ و عبارات مختلف در منابع شیعه و سنی این روایت آمده است، از جمله ابن عبد الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه و قرطبی که از علمای بزرگ عامه است در کتاب الجامع الاحکام القرآن این روایت را از نبی اکرم علیه و علی آله الصلاة و السلام نقل کرده، فرمودند: مهتر بانوان عالم 4 نفرند: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه. حضرت خدیجه سلام الله علیها اونچنان از مقام شامخ و نورانی برخوردار بوده و به طوری به کمالات انسانی فائق شد که در دعای ندبه از این بانوی معظمه تعبیر به قرا شده. قرا یعنی کسی که به مقامات عالیه رسیده. لذا در دعای ندبه می خوانید:
این ابن النبی المصطفى و ابن علی المرتضى و ابن خدیجة القراء. و خلاصه مطلب، حضرت خدیجه سلام الله علیها از چنان عظمتی برخوردار شد که به عنوان بانوی نمونه از طرف خداوند برگزیده شد. یه روز پیغمبر اکرم وارد منزل حضرت زهرا شد، دید عایشه با فاطمه مفاخره میکنن و صحبت اینها به طوری بالا گرفته که رنگ چهره هر دو از شدت صحبت و سخن زیاد سرخ شده است. در این اثنا پیغمبر اکرم اشاره به این آیه کردن: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. و با استناد به این آیه خطاب به عایشه فرمود: یا عایشه او ما علمت ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و علی و الحسن و الحسین و حمزه و جعفر و فاطمه و خدیجه علی العالمین. یعنی خدا حضرت خدیجه را برگزید و بر همه جهانیان برتری داد. خلاصه سخن در باب فضائل و مناقب حضرت خدیجه سلام الله علیها بسیار زیاده که ما در جلسات گذشته به گوشه از این فضائل اشاره کردیم و همچنین در کتاب خصائص ام المؤمنین خدیجه الکبرا به تفصیل در این باره سخن گفته ایم. اما مطلبی رو که باید عرض کنم اینه که حضرت خدیجه که از نظر عظمت، جلالت، شخصیت به جایی رسید که نه تنها مهتر بانوان قریش، نه تنها مهتر بانوان عالم، نه تنها مهتر بانوان امت. حالا نکته ای که لازم است عرض کنم اینه که حضرت خدیجه با این همه عظمت، جلالت، شخصیتی که داشت، در روزهای آخر عمرش خطاب به پیغمبر اکرم عرضه داشت: یا رسول الله، من از تو میخواهم که از من بگذری، مرا ببخشی و حلال کنی، اگر قصوری از من سرزده از من بگذری و مرا عفو کنی. و همچنین این مطلب در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها هم نقل شده که مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب ارزشمند محرق القلوب این روایت رو نقل کرده که حضرت زهرا در روزهای آخر عمرش چنین تقاضایی رو از امیر مؤمنان سلام الله علیه کرد و از حضرت خواست که او رو عفو کنه. حالا عرض من اینجاست، اگر حضرت فاطمه که جزو بانوان نمونه جهان اسلام و عالمیان هستند و ابدا اسباب رنجش همسرانشون رو فراهم نکردن، بلکه در این مقام بودن که همیشه تحصیل رضایت شوهرانشون رو فراهم کنن،
ولی در این حال در روزهای آخرون این تقاضا را از همسرانشون داشته باشن که بیا از ما بگذر. بعضی از بانوان عصر حاضر ما که متاسفانه نه تنها در صدد تحصیل رضایت همسرانشون نیستن، بلکه همیشه اسباب ناراحتی و رنجش خاطر همسرانشون رو فراهم میکنن، اینها در روز قیامت در پیشگاه عدل الهی چه جوابی خواهند داشت؟ پس بنابراین درسی رو که امروز همه بانوان باید از زندگی حضرت خدیجه و دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیرن همینه که آیین همسرداری رو به خوبی رعایت کنن، که عرض کردیم روایت وارد شده جهاد المرأه حسن و تبعول، جهاد زن اینه که خوب همسرداری را رعایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.